هیدرایت های سلین. اینا جامدات نمکمانند حاوی آیون های هیدرایت و آیون های فلزی در شبکه های آیونی هستند. یعنی چی؟ مثلا ما لیتیم هیدرایت را که در نظر بگیرین، لیتیم هیدرایت، لیتیم چارج مثبت داره، الکتروپوزیتیو هست، هیدروژن چارج منفی داره چون الکترونگاتیو هست. اینا به شکل جامد هستن و در شبکه های کریستالی مکانهایی را که آیون ها باید اشغال بکنه، کدام آیون ها اشغال میکنه؟ آیون های مثبت لیتیم کاتیون و هیدراید های منفی انیون. این آیون فلزیست و این آیون هم آیون هیدرایدی، انیون و کاتیون. کدام هیدراید ها اینا را شامل میشه؟ هیدراید های فلزی. سعی کن کدام فلزات با هیدروژن هیدراید های فلزی تشکیل میدن؟ بسیار واضح گفتم کدام فلزات با هیدروژن هیدراید های فلزی تشکیل میدن. فلزات القلی، فلزات القلی زمینی، لنتنایدها، اکتینایدها، هیدراید های سلین تشکیل میدن. مثلا داریم ما BeH2، SrH2، استرانشیم فلز القلی زمینی است و هیدروژن هم که هیدراید است، به شکل هیدرایدی اینجا وجود داره. پس این هیدراید، هیدراید سلین هست. فلزات القلی لیتیم، سدیم، پتاسیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیم را شامل میشه. القلی زمینی بریلیم، مگنیزیم، کلسیم، استرانشیم و باریم و رادیم. لنتانوئید ها از لنتانم 57مین عنصر الا لوتیتیم 71مین عنصر، اکتینایدها اکتینیم که 89مین است الا توریم و پراسیفدیمیم تا لورنسیم که 103مین عنصر است. اینی عناصر هیدراید های چی تشکیل میده؟ سلین و یا نمکمانند. چرا مشخصا این عناصر؟ برای این که اینی عناصر الکتروپوزیتیو ترین عنصر هاست. سکرن الکتروپوزیتیو ترین فلزات، فلزات گروپ یک که به نام فلزات القلی یاد میشه اینمیناست. منظور گفته از هرچی تفاوت الکترونگاتیویتی ها زیاد باشه مرکب آیونیک تر است. هرچی مرکب آیونیک بود نمکمانند تر است.